آقای خامنه ای در دیدار با اعضای هیئت دولت گفتند که همکاران خودتون رو از میان افراد جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد و پرانگیزه انتخاب بکنید. آقای خامنه ای، شما توی انتصاباتتون چقدر جوانگرایی رعایت کردید؟ دبیر شورای نگهبان چند سالشه؟ خودتون چند سالتونه؟ مگه قحط الرجاله؟ چرا خودتون استعفا نمیدید تا یه جوان جایگزین شما بشه؟ این همه حوزه علمیه وجود داره و این همه آدم های همردیف شما. اگه فکر میکنید که با بقیه فرق نمیکنید، چرا استعفا نمیدید؟ انقلابی بودن یعنی چی؟ کسی که وضعیت موجود رو قبول داره که اسمش نمیشه انقلابی. چرا واژگان رو عوض میکنید؟ اتفاقا کسی که تحول خواه و انقلابی باشه هرگز در نظام شما پستی نمیگیره. مؤمن بودن یعنی چی؟ مؤمن به خودتون، به ایدئولوژی خودتون. آیا اگه کسی به ارزش‌های انسانی مؤمن باشه، هدفش رفع تبعیض و فقر، به ویژه تبعیض‌های مذهبی و جنسیتی باشه، در نظام شما میتونه پست بگیره؟ از تعهد صحبت کردید. مگه در نظام شما ممکنه فرد متعهد پست بگیره؟ معیار اول شما سرسپردگی به خودتون و آرمانهاتون هست. بدیهیه که تا زمانی که این سرسپردگی وجود نداشته باشه، به بقیه معیارها مثل تعهد، تعهدات اخلاقی به این معنا که فرد تقیدات اخلاقی داشته باشه، فساد مالی و اخلاقی نداشته باشه، ممکن نخواهد بود. این معیار بقیه معیارها رو به حاشیه میکشه. مهم سرسپردگی به شماست و پرانگیزه بودن. آیا فردی که انگیزش این باشه که یه جامعه آزاد داشته باشه، اینکه اقلیت‌ها تحت ظلم قرار نگیرن، اینکه تبعیض‌های ایدئولوژیکی مذهبی در جامعه وجود نداشته باشه، آیا این فرد میتونه پست بگیره؟